به خاطر پر سکیوریتی لب یا کار عملی درس امروز که شامل پر سکیوریتی می باشه، ما نیاز به اکسویش داریم که از مدل 2060 ما این یک دونه اضافه میکنم و چند دونه این سیستم یا این دیوایس استفاده میکنیم در اینجا که ما از یعنی لپتاپ های استفاده میکنم. کمی هم کسی رو نزدیک بسازیم. کار اصلی و اساسی پر سکیوریتی می باشه که ما پورت های مشخص از یک سویچ را و یا هم از یک راوتر را بتونیم چی کنیم معین بکنیم که تنها کدام کامپیوتر را از او استفاده بتونه و غیر از اونمو کامپیوتر یا غیر از اونمو مکاتر است دیگه یه قابلیت را نداشته باشه که او پورت چی شد و فعال شد و سرویس یا خدمات برازو چی کنه را کنه. بر از این کار ما کامپیوتر صفر خود را یا لپتاپ صفر را به فسیدنه 01 وصلش میکنیم و بعد از اون ما میرم داخل iOS سویچ خود و کانفیگوریشن های مشخص از اون را برتون اینجا انجام میدیم. خب ما داخل یوزر مود سویچ خود قرار دارم، بعد از اون میرم داخل پریویلیج مود و بعد از اون هم که از داخل conft یا configure terminal یا global configuration mode میرم و قبل از اینکه ما configuration ها رو انجام بتم در پر سکیوریتی که از چند مرحله وجود داشت اگر میخواستین رو انجام بتین، اولی که ویلن ثابته که در امون سیوش قرار داره دو شو آی پی انترفیس بریف در تمام سویچ ها که از یک ویلن ثابت بنام ویلن یک قرار داره که ما نیاز داریم برای چی کنیم یک آی پی برسو چی کنیم اساین بکنیم تعریف بکنیم و این ویلن فعلا که از ادمنستریتیولی داون است یعنی تونس فعالیت نمیکنه. برای از این کار ما باید انترفیس ویلن یک خود را که از انتخاب بکنیم ویلن یک. حالا ما داخل انترفیس ویلن یک خود است، اولی را اپ میسازیم نو شات داون و بعد از آی پی آدرس برای زی تعیین میکنیم آی پی آدرس فرضاً 10.0.0.1 آیا درست است به این شکل؟ نه، به این خاطر که ما باید سبنت ماسک هم برای زی چی کنیم؟ تعیین بکنیم. حالا آی پی آدرس برای زی داده شد و بعد از او ما میریم این حالت زیر که از تعیید میکنیم که آیا واقعاً اپ شده یا نه. پس دو شو آی پی انترفیس بریف نما دوباره انجام بتم و فیلن یک ما رو ببینه که فیلن آی پی برش اساین شد و استیتش کس از حالت خاموش به روشن چی کرده؟ تغییر کرده. بعد از او اگر ما میخواییم که یعنی پورت سیکیوریتی را برای پورت فسیدرنت 01 خود اضافه بکنیم ما اینا نیاز دارم که اینمی انترفیس را چی کنم انتخاب بکنم. پس فعلا ما از انترفیس ویلن یک چی میشم خارج میشم با کامند اگزیت، بعد از میرم انترفیس فسیدرنت 01 را کس انتخاب میکنم. حالا فسیدرنت 01 انتخاب شد و بعد از کامند هایی را که انجام میتونم یک سویچ پورت مود اکسس میباشم. یعنی کامند به خاطر ازی است که شما برای اینمی پورت فسیدرنت 01 قابلیت اکسس یا استفاده من حیث یک این دیوایس بده یک کامپیوتر معمولی را که از او استفاده بتونه. شما میتونید در اینجا که سویچ پورت مود ترنک هم کس بانید ترنک باز بخاطر ویلن ها استفاده میشه. پس ما فعلا چون این پورت فسیدرنت 01 به یک لپتاپ وصل است یک این دیوایس، پس ما برای ازی چی میکنیم؟ اکسس را کس استفاده میکنیم. کامند دوم سویچ پورت سکیوریتی است. سویچ پورت پر سکیوریتی به خاطر از این باشه که شما قابلیت پر سکیوریتی را در اینمی پورت فسیدرنت 01 چی کنین؟ اضافه بکنین یا که انیبل بسازین. بعد از اون سویچ پورت پر سکیوریتی ادامه کامند یادم نیست
فراموش کردیم. چطور ما باید ادامهش نشان بدیم؟ بلندتر سوالی را استفاده میکنیم و سوالی را انجام بدیم. بعد از ادامه از این کامند را که ما بعد از پرسیکیوریتی استفاده میتونم میگه که تو میتونی از مک آدرس مکزیمم یا وایلیشن استفاده کنی. ما فعلا از مک آدرس استفاده میکنیم و در ادامه مک آدرس کامپیوتر یک فقط از اینمی پورت استفاده میتونه فسیدنید 01 و را ما چی میکنم؟ مک آدرس شه نوشته میکنم. حال پس من نیاز دارم که برم داخل لپتاپ صفر خود بخش دسکتاپ، اول اگه آی پی برسی تعیین بکنم از اونمو کلاسی که یا از اونمو رنجی که برای ویلان یک خود مداده 10.0.0.2.255.255.0 و میرم داخل کامند پرامپتش. در اینجا ما آی پی کانفیگ نشان بکنم تا برای ما آی پی رو نشان بده. و اگر نشان بکنم که برای ما مک آدرس نشان بده چی نشان کنم؟ آی پی کانفیگ سلاش آل. برای ما اینجا که از فیزیکال آدرس که نام دوی مک آدرس بود ظاهر میشه. من مک آدرس انتخاب میکنم از لپتاپ صفر خودم و ایره کپی میگیرم. بعد از اومیم در آی او ایس سویچ خود، یعنی سویچ ماست. در ادامه یه نوی کامندی که اینجا نوشتن کرده بودیم میرم چی میکنم؟ پیستش میکنم. یعنی پیستش کردم، درست است؟ یک بار انتر انجام بدیم میگه found duplicate. این را اگزیت میکنیم، میریم بالای پورت دیگه انجام میتیم این کار را. پورت فسیدرنیتی 02 را ما انتخاب میکنم. سویچ پورت مود اکسس سویچ پورت پورت سیکیوریتی سویچ پورت پورت سیکیوریتی مک آدرس و مک آدرسی کامپیوتر میمونم باز دوپلیکیت میکنم. یک کلاس نو باز میکنیم، سر از دوباره سر از نو میبینیم موضوعات انجام بدیم. یک سویچ چندانم این دیوائس یکی دو سی و کنکشن نشان هم که هست. اینشان برقرار هست. کنترول آی میریم به مود پریویلیج کانفتی و بعد از او یک هاست نیم برازیم و میمونم مین پاین و بعد از او میاییم میگیم که انترفیس ویلان یک آی پی آدرس برش حد اکو 10.0.0.1.255.255.255.0 و بعد از او میاییم بگیم که نو شات داون و این رو اگزیت میکنیم. بعد از انترفیس فسیدرنید 01 خود ما انتخاب میکنیم چون کامپیوتر صفر ما گفتیم با مو وصل است. سویچ پورت مود اکسس سویچ پورت پورت سیکیوریتی سویچ پورت پورت سیکیوریتی مک آدرس. مک آدرس یعنی کامپیوترش صفر خود را که از اینجا اول میریم پیدا میکنیم 10.0.0.2 یا میاییم 5 میمونیم با سبنید مزگ 255.255.0 و کامان پرامپتش میریم آی پی کانفیگ سلاش آل و ما از اینجا اینی مک آدرس زیره نیاز دارم تا انتخابش بکنم و کاپیش بگیرم تا در سویچ پورت خود موره استفاده بتونم. در ادامه از این رو پیست میکنم و باز میگه found duplicate. یکان وقت یعنی می پکت تریسر یعنی مشکل پیدا میکنم و من از حل اون مشکل کس عاجز هستم. به این خاطر پس دوباره میریم پکت تریسر
باز میکنیم تا این کارهای خود سر از نوی دوباره اجرا کنیم. سویچ و یک دونه هم که از کمپیوتر اضافه میکنیم، بعد از هم کنکشن بینشان برقرار میسازیم. خب ما قبل از این کار بیم اتوار یک آی پی آدرس برزی معین میکنیم، 10.0.0.5 255.0.0 میمونیم و کامن پرامپت میم آی پی کانفیگ سلاش هال مک آدرس از زیر زیمه کپی میگیرم. بعد از میریم با یه سویچ خود و یعنی میگیم که انیبل انترفیس کانفتی انترفیس ویلان و آی پی آدرس 10.0.1.255 و نو شات داون دوش آی پی انترفیس بریم. آب شده و بعد از اون میریم اگزیت انترفیس پسیدنید 0.1 خود انتخاب میکنیم و بعد از اون سویچ پورت مود اکسس سویچ پورت پور سیکیوریتی سویچ پورت پور سیکیوریتی مک آدرس و پیستش میکنیم. امید است که این بار فاوند دوپلیکیت نگه یا ایروی رکم ها برش تعیین کردیم. نه این بار نامت درست است و ایرو ریک نو پیشار می آمد فاوند دوپلیکیت و نامد. پس با یک بار ریستار کردن پکت ریسر بالاخره و حل شد. دیگه موضوعی رک انجام میتینی است که شما این این مکادرس رک فعلا از کمپیوتر صفر است تعیین کردین که تنها بتون از فسیدنی 0.1 استفاده کنن. اگر کمپیوتر صفر نه کمپیوتر یک آمد با یک مکادرس متفاوت، در نتیجه ازو با آمد به پورت فسیدنی 0.1 وصل شد، چی عمل صورت بگیرن؟ در اینجا وایلیشن صورت میگیره. باز شما بر از اون حالت تعیین میکنید سویچ پورت پور سیکیوریتی وایلیشن. وایلیشن چی حالت برش میگیریم؟ آیا پروتکت شوه رسترکت شوه شات داون؟ ما میگم نه، شات داون شوه یعنی خاموش شوه، کسی دیگه اگر اومد استفاده کنه. انتر میکنید و فعلا در آخرین بار باز هم یک پور سیکیوریتی را همین قابلیتش چی میکنه انیبل میسین به خاطر اعتماد یا تطبیق خوبتر و بعد از اون هم اگزیت میره ناله دو شو آی پی انترفیس بریف میاین بالا فسیدنید 0.1 تانو میبینید که فعلا اپ است یعنی فعال است کار میکنه و میاین از پی سی صفرتان که آی پیش 10.0.0.5 است سویچتان که ویلنش چند بود آی پیش؟ 10.0.0.1 بود. این را چی میکنه؟ پنگ میکنه که آیا فعلا کنکشنشان برقرار است یا نیست. یک بار تایم اوت میتونه چون برای اولین بار است، بعد از اون تایم اوت نمیتونه. بار دوم که پنگ میکنه یعنی ترافیک بینشان انتقال پیدا میکنه و کنکشنشان چی است؟ کاملا صحیح برخوردار است یا برقرار است. حالا اگر من حالت وایلیشن از این را که از میخواین ببینید که مثلا آمدین از اینجا یک دونه کامپیوتر دیگه در اینجا اضافه کردین، کنکشن پی سی صفر با فسیدنید 0.1 سویچ صفر که از بین میبرین، این بار میان که از کنکشن بین پی سی 1 پی سی 2 و پورت فسیدرنید 0.1 سویچ که از چی میکنم؟ برقرار میکنم. پورتی که برش پور سیکیوریتی چی شده بود؟ فالش کرده بود یعنی کانفیگور شده بود. و حالی من پی سی 2 خود یک آی پی از اونمو رنج میتیم که آیا می از امی پورت استفاده کرده میتونه بخاطر کنکشن یا نه و اگر میتونه چی حالت است و اگر نمیتونه چی حالت صورت میگیره یا چی واقع خواد شد.
میایم دسکتاپ آی پی کانفیگریشن بعد از اون 10.0.0 درک از برسی ما آی پی میگذاریم و میریم بالای یک کامن پرامپت پی سی دوی ما آی پی کانفیگ سلاش آل برسی آی پی 10.0.0 درک از به خود گرفته و حال ما وقت پینگ میکنیم 10.0.0.1 که آی پی ویلن سویچ ما بود دیگه ما کنکشن نداریم. یکی خیلی از اینجا دیده میشه که فعلا حالت شانستر شده و دیگه یکی بسه تایم آوت برتون. چرا؟ به خاطر که ما برای پورت فاسی در نید 01 خود که از چی رو کانفیگور کرده بیم پورت سیکیوریتی رو که تنها یک دانا مقاد رست از او استفاده بتونن در غیر از او. و اگر غیر از او وایلیشن صورت میگرفت اما پورت چیشه و کاملا شات داون شده. آیا میریم میبینه که آیا می شات داون شده یا نه؟ میریم با آی او اس سویچ مو میگم دو شو آی پی انترفیس بریف بیاین پورت فاسیدانی زیرو یکتان استیتش داون شده. در حالی که قبل از ما انجام داده بودیم اینجا دو شو آی پی انترفیس بریف اینجا اپ بود نی در پی سی یک ما واسه بود ولی فعلا چی شده؟ داون شده. و چطوری پس دوباره اپ میشن؟ زمانی که ما بیاییم انمی کنکشن ها از بین ببریم دوباره کنکشن ها بین پی سی صفر و سویچ کسی کنیم برقرار بکنیم آیا دوباره خود شد ترافیک خود اتقال پیدا کرد ها؟ برو باید روشن بکنیم شاید شوانی خب بیاییم روشن هم بکنیم میاییم انترفیس فاسیدرنید 01 خود انتخاب میکنیم چی کار بکنم باید؟ نو شات داون انجام میتونیم میگه سیتش داون است یعنی دوباره فعال نمیشه. نیاز به چی داره؟ نیاز به ریستارت کامل داره. نیاز به ریستارت کامل خود سویش نه بلکه نیاز به ریستارت کامل خود همو پورت فاسیدرنید 01. چطور ریستارت کامل میتونیم؟ یک بار خاموش بکنه خود دا شات داون بدون نو شات داون یعنی شات داون انجام بده پس دوباره نو شات داون میبینید که استیت چی شد؟ اپ شد. و دوباره اگر شما میبینید دو شو آی پی انترفیس بریف و بعد از میبینید بالا و بالاتر اینجا نشان میشه که استیت چی هست؟ اپ هست. و آیا ترافیک اطلاعات بینشان انتقال پیدا میکنه یا نه؟ بی سی صفر و میگم پنگ کن پنگ 10.0.1 منتظر می باشیم اون استیت که از حالتش ثبت شد کاملا کنکشن برقرار است و اطلاعات هم 100% چی میشه؟ بینشان تبادله میکرده. یک کماند دیگه هم هست زمانی که پور سیکیوریتی انجام میده او عبارت از مکزیمم میباشه. مکزیمم یعنی حد اکثر. حد اکثر کامپیوترهایی را که از یک پورت استفاده میتونه با استفاده از مکزیمم شما چی میکنین؟ تعیین کرده میتونه. خب میاییم اینجا داخل آیس سویچ خود شده میاییم یک کنکشن بین پورت فاسیدرنت 02 و پی سی 2 انجام میتیم و همیتون یک کمپیوتر دیگه در اینجا اضافه میکنیم و یک کمپیوتر دیگه هم که است در پهلویش اینجا اضافه میکنیم. اینی آی پیش که از 10.0.0.10 است درست است؟ ما این بار که از پورت سیکیوریتی رو بالای پورت فاسیدرنت 02 انجام میتیم که فقط دو دانه کمپیوتر و دو دانه مک آدرس هست که اولین بار کنک میشن و رو قبول بکنه در خود ذخیره بکنه در غیر صورت هرچی کمپیوتر کنک شد دیگه اونا رو نشناسه. به این خاطر میریم با آیوس سویچ خود اگزیت انترفیس فاسی در نیدی زیرو دوره که از ما انتخاب میکنم بعد از اون میگم سویچ پورت مود اکسس بعد از اون میگم سویچ پورت پورت سیکیوریتی قابل پورت سیکیوریتی رو برزی یعنی بل کرد بعد از اون میگم که سویچ پورت پورت سیکیوریتی ادامهش چی هست؟ مکزیمم مکس سیکیور آدرس هست میگم مکزیمم دو دانه کمپیوتر را که از برزینمی پورت اجازه بده که استفاده کنه
بیشتر از اون نیست. پس من دور نشا میکنم و انتر میکنم. شما میتونید 5 دانه، 10 دانه، 20 دانه هر چقدر خواستید نشا. و بعد از اون کار دیگه ای که انجام میتونید سویچ پورت پور سکیوریتی مک آدرس. مک آدرس هایش رو نشا نمیکنید این بار. این بار از یک کلمه دیگه به نام استیکی استفاده میکنید. استیکی کارش ای است که اولین کامپیوترهایی که تعدادشون تعیین شده که 2 دانه است، اولین بار وقتی دنی پورت وصل میشه اونا رو مکادرشون اوتوماتیک خود از این میگره، در خود ذخیره میکنه و دیگه کامپیوتر سومی که پورت فسیداری 02 وصل میشه او رو چی؟ دیگه نمیشه، چون او قبلا 2 دانه رو گرفت ذخیره کرد. پس ما نشان میکنیم استیکی و انتر. و گزینه بعدی است که شما بین حالت وایلیشنش تطبیق بکنید یا تعیین بکنید که ما شات داون تعیین میکنیم. از هم 2 دانه بیشتر شد خاموش میسید و دوباره سویچ پورت پور سیکیوریتی انجام. کار کانفیگریشن ما تکمیل است. میریم از طریق پی سی دوی ما آی پی کانفیگ پنگ میکنیم 10.0 یک را که آیا برای ما کنکشن میتا یا نه، کنکشن برای ما میتا درست است. کار دیگه ای که انجام میدیم کنکشن را قطع میکنیم، دوباره میریم ایره وصلش بسازیم به پی سی 3 که بازم پورت فسیدنی 02 است. برای پی سی 3 خودم که است آی پی تعیین میکنیم. همه که متوجه باشم 15 و آی پی کانفیگ میکنیم آی پی 15 رو به خود گرفته و حال یک بار پنگش میسازیم. پنگ 10.0.0 یک آیا کنکشن میته یا نه، چون ما تعیین کرده بودیم از پورت فسیداری 02 دو کامپیوتر استفاده بکنم. پس یعنی برای ما اجازه داد که دو کامپیوتر را شما میتونین چی کنین؟ ریپلی بگیرین ازش. سیز دو کامپیوتر شد. حال همین کار را میریم بالا کامپیوتر سیومی. کنکشن قطع، دوباره کنکشن خود از پورت فسیداری 02 با پی سی 4 انجام بدیم. پی سی 4 خود هم که از برش آی پی و بعد از او پنگ انجام بدیم که اینجا باید وایلیشن صورت بگیره، چون 3 دانه میشه نی؟ 2 دانه بود 3 دانه میشه. حالا میره که همین وایلیشن تطبیق میشه نی؟ آی پی کانفیگ پنگ بیست که از ما پنگ کردیم نی؟ که آی پی خودش بود حال ریپلی داد. ولی اگر ما یک را بخواییم پنگ بکنیم کنکشن چی میشه؟ صرف میشه و پورت سیکیوریتی عمل میکنه. دو کامپیوتر را برای ما اجازه داد از یک پورت استفاده کنه، بیشتر از داره اجازه نه. این حال اگر میخواستین که بفهمین کدام مک آدرس ها در اینوی پورتو ذخیره شده و از اون استفاده میتونه، از یک کامند به نام شو مک آدرس تیبل که استفاده میکنه. یه شما در درس سمستر قبلی خوانده بودین که سویچ ها به قابلیت را داره که مک آدرس ها را یک باری که ترافیک بینشان اطلاعات جریان پیدا کرد بار برای هر پورت خودشان ذخیره کنه و دیگه نیاز نباشه که دوباره یک بار برادکستینگ انجام بده. به این خاطر شما دو شو آی پی نه مک آدرس تیبل یا که میاین در اگزید شو مک آدرس تیبل میبینید که برای پورت یک تنها مک آدرس فسیدنی 01 اینی را ذخیره کرده، ولی چرا پورت دوم را که از فسیدنی 02 را بریم و فعلا در اینجا لیست نکرد؟ چون که در او وایلیشن صورت گرفت. قبل از وایلیشن اگر ما می شو مک آدرس تیبل انجام میدادیم بر ما دو دانه مک آدرس برازو چی میکرد؟ نشان میدادیم. و اینی هم درس امروز در بخش پور سیکیوریتی بود.
که تکمیل گردید. آره